مصرف میکنم میره بالا. 85. الان 85 کیلویی شما؟ آره. چرا نشون نمیده پس؟ آخه تو پرم صورتم رو نگاه. خب نه تو بدنت هم نشون نمیده. آخه چون دارو لاغری هم مصرف میکنم میخوام وزنم کم بشه و همه میگن بهت نمیاد، اما شکم دارم. شکم داری؟ بعد الان باکره این شما، پسر باکره محسوب میشی. آره آره. بعد چرا اینقدر اشوه داری؟ آخه من LGBT هم دوست دارم با دوستای شاخ این اسلام حرفی زنم. اشوه بیام اشوه. بعد دوست نزدیک هم داری مثل خودت که باش بری بیرون تو خونه بشینید اینا؟ دوستم شهرستان شیراز آیمان هستن. آره با اون نه. موقع بیاد شیراز. نه نه تو جای خودتون دور. نه نه من دوستی ندارم، همه دوستان مجازی هن. مجازی هم. بعد اینکه دوست داری یکی مثل خودتو پیدا کنی تو خونه، مثلا برید بیاید برید بیرون مهمونی تفریح؟ آره عزیزم دوست دارم مثلا محیط کاری هم باشه، اونجا سر کار برم مثلا بهتره. دوستایی مثل خودم باشن خیلی خوب میتونم باشون کنار بیام، اما من زیاد بیرون نمیرم. حتی دوستای LGBT هم از مثلا میان شیراز جایی نمیرم، چون یه ترسی دارم، میترسم عصبی باشن یا خفه کنن منو. اینجوریه بعضیاشون اینجوریه. بعد ببخشی شما که میترسیدی که شما رو خفه کنن یا عصبی باشن، چه چیزی دارید، چه چیزی مثبتی دارید تو خودتون که میترسیدی که خفتون کنه؟ آخه همه هم از خودم میترسن، میگن کلت گند. اوکی عزیزم. خب دیگه همه، خب من کیرم گنده است تو کلت گنده است، میدونی فرق نمی کنه. آره هر کسی یه جاش گنده است. آره چون من قرصای اعصاب که مصرف میکنم خیلی پف میاره شدید، بگم کلت گنده نیست. بعد عروسک داری؟ من نت ضعیف شد یه لحظه. میگم عروسک دارین شما؟ من؟ بله من عروسک ندارم. نه میگم دارید یا نه؟ نه. چرا؟ یه لحظه نت ضعیف شد. عروسک اسم عروسک بودی، من که ترنس نیستم عروسک داشته باشم، مگه دخترم؟ خب چرا اشوه داری اگه دختر نیستی، اگه ترنس نیستی؟ آخه با این ریش سیبیل به میاد ترنس باشم عشقم؟ خب نه، اگه پس اگه اینقدر ریش و سیبیل داری چرا اینقدر اشوه داری؟ چون اعتماد به نفسم بالا. اوکی، اعتماد به نفست بالاست. بعد اینکه یه لحظه داشتم چیز میکنم، تا حالا دوست پسر داشتی؟ دوست پسر؟ من از پسرهای جوان خوشم نمیاد، از رنج سنی سن بالاها خوشم میاد، چون اونا دل دارن، مهربونن، بعضی هاشون خیلی دل پاکی دارن، با اینکه یکم چروک هستن و این پیر هستن، ولی خوشم میاد ازشون. خوشت میاد. بعد تا حالا دیت رفتی؟ جان؟ تا حالا دیت رفتی؟ یعنی چی معنیش؟ دیت یعنی تا حالا رفتی با یک آقایی که مثلا دیت کنی، ملاقات کنی؟ آره از لحاظ ملاقات حضوری رفتم، ولی رابطه و اینا نداشتم. خب یکی از اونا رو تا اولین دیتی که رفتی چی بود برامون بگو. وای عزیزم نگاه کن، من قرار میذاریم دیگه، صحبت میکنم باش، دستشو میگیرم، بوسش میکنم اینجور بوسه دستش میکنم، به خدا اقد من اگه قیافش تو دلم بره میرم باش ملاقات میکنم، ولی چون خودم یکی رو دارم از راه دورم هست دیگه به کسی فکر نمیکنم. به کسی فکر تا حالا دیت آنلاین داشتی؟ یعنی با یه آقایی که مثلا دور از ایرانه باش دیت بذاری و آنلاین باش دوست بشی و صحبت کنی روزانه هفتگی؟
آره، من یه دوستی دارم دکتره تو اوکراین زندگی میکنه. اگر مثلا جنگ نبود میرفتم پیشش برام ویزا میفرستاد. خیلی چند ساله باهاش دوستم، تصویری صحبت میکنم، پیامش میدم. آره من خاطرها خب زیاد دارم. خاطرخواه زیاد داری. خب بعد تو که انقدر خاطرخواه زیاد داری، چرا هنوز باکره ای؟ آخه خب به پای من چون اضطراب شدید دارم، بیماری اعصاب دارم، نمیتونم تو رابطه باشم. رابطه انجام بدم حسم و از بین میره، اصلا لذت نمیبرم. خب بعد چرا زنده ای؟ خب چیکار کنم دیگه؟ الان یکم بهتر شدم نسبت به قبل. خب نه تو رابطه میری، نه رابطه میذاری، بعد همش هم خودت میگی من مریضم. خب پس چرا زنده ای؟ خب دیگه تحمل میکنم دیگه عشقم. خب چرا تحمل میکنی؟ چرا اینقدر برای خودت و خانوادت همه چی رو سخت میکنی؟ من خانوادم با هم اوکی هن آهی هن. اوکی هن. بعد تو خونه چی صدات میزنن؟ من اسم اصلیم چیز دیگه محمده. نه میدونم، محمد میگن. آره بعد آراد کی برات انتخاب کرده؟ آراد خودم دیگه، من دوستان مشتریام اینا به اسم آراد منو میشناسن. مصر. بعد خیلی دیدم که چیزم هستید، خیلی کونه فعالی هم هستید. چی؟ نه شنیدم که خیلی با اینکه کون مثلا کونه فعالی هستین، کار میکنید، بیزنس دارید، درسته؟ نه بعد بیزینس بدنی که نمی کنم، بیزینس مجازی می کنم. همون دیگه، بیزنس یعنی با اینکه کون هستید ولی دارین فیلم میفروشید، زحمت میکشید، کپی میکنید آره فیلم ها هست. رو. بعد این دیده بودم که سریال میفروشید، سریال ترکی را، اینا رو از کجا میدوزید؟ وا من مگه دوستم عشقم؟ من دانلود میکنم دیگه سریال ها رو، اشتراک میخرم، دانلود میکنم و میفرستم واسه مشتری عزیزم. خیلی هاشون هدیه به هم میدن، خیلی هاشون باش با هم دوست میشن، شماره رو سیو میکنن. اینجوریه چون با همه خوبم. من مشخص با همه خوبین، خیلی مردم دار و خونگرمی. مرسی عشقم. همچنین بعد این خونگرمی به پدر رفتن یا مادر؟ ما خانواده که خونگرمیه. خونگرمی. بعد ببخشید این سرتون به کی رفته؟ سرم چی شکار سرم داری عشقم؟ سرم نه آخه نه رو خانوادگی آدم میره دیگه، رو ژنتیک و ایناست. خب نه، چون نه من قبلا دیده بودم مثلا عکس خانوادگیتون رو به مادرتون رفتید. نه من تو خونه کسی کلش مونده نیست، فقط خودمم. بعد اینکه فکر کنم اگه یکی بخواد به تو فحش بده، مثلا یکی بخواد به من فحش بده، خب میگه کونی چون من کونم، و یکی بخواد تو رو اذیت کنه و به تو فحش بده، اینو خیلی شنیدی، کله گنده کله گنده، درسته؟ یه لحظه نت ضعیف شد. کسی به من چی بگه؟ کله گنده؟ مثلا میگه مثلا اگه یکی بخواد تو رو اذیت کنه فحش بده، میگه مثلا من خودم چون کونم، همه یکی بخواد اذیتم کنه میگه کونی کونی کونی. خب اینو میگن. یکی بخواد مثلا تو رو اذیت کنه، مثلا اینو مسخرت کنه، همش بهت میگن مثلا کله گنده، درسته؟ بچه های مجازی بهم میگن، حتی تو مدرسه و اینا اسم کله نمی آوردن. میدونی واسه چی؟ چون اون موقع لاغر بودم، 40 کیلو بودم. 40 کیلو. خب ولی 40 کیلو با کله 30 کیلو خیلی نمیخوره. مگه هندونه هست؟ دیگه بعد خیلی هم جالب. بعد تا حالا با کسی تصویری رفتی؟ منظور تصویری رابطه؟ آره برید رابطه لخ بشید دوتایتون تصویری. نه عزیزم من اهل این چیزا نیستم. چرا نیستین؟ آخه دوست دارم از لحاظ هوس دوست ندارم که خودم رو نشون بدم، دوست بشم با کسی. دوست دارم دلی دوستش داشته باشم، خودم رو بهش نشون بدم. حضوری دوست دارم، اونجوری دوست ندارم. حضوری تا حالا شده مثلا یه دیتی بری مثلا ازت سوء استفاده کنن، اول با در مهربونی پیش بیان بگن دوستت داریم، میخوایم با دریل بزنیم، ازدواج کنیم، با مادرشون بیان خواستگاریت، ولی وقتی رفتی اونجا دستمالیت کنن و ازت سوء استفاده کنن؟ والا کسی خواستگاری من نیومده.
بعد تا حالا من رفتم پیششون اما اونا نیومدن پیشم. بعد دیگه من که نمیذارم کسی دستم بذاره، فرار میکنم. فرار میکنین یعنی دوست ندارید یا خیلی با که با حیا خانواده باشه؟ اگر اون عشقم باشه آره، چرا که نه، میرم پهلوش. پهلوش. بعد اینکه توی 25 سال چقدر چند تا رل داشتی؟ من سه تا کلن توی 25 سال سه تا رل داشتی. اولین رل چند ساله؟ تو چند سالگی بود؟ دوره راهنمایی بود و دومیش هنرستان بود، سومیش هم همین یعنی... دورانه. اوکی، یعنی مدل اسکول و های اسکول. آره. اوکی، تو کالج هنوز قسمت نشده. نه عزیزم. اوکی. ادامه ندادم. ادامه ندادین. چرا درستون ادامه ندادین؟ شما خیلی باهوشید. آخه اشتباهی رشته رو انتخاب کرده بودم، چون همه هم به این میگفتن اونجا تو هنرستان، میگفتن حتی استادمون میگفت تو اشتباهی اومدی این رشته، تو با میرفتی کامپیوتر و لپتاپ و اینا بلدی، تو با میرفتی رشته کامپیوتر. واسه همین دیگه ادامه هم ندادم. ادامه ندادم. رفته بودید هنر؟ آره آره، بازیگری. ولی بازیگری اصلا بلد نبودم. خب کی بهتون اعتماد به نفس میده تو خونه کلا؟ آخه میدونی چیه عزیزم، اون رشته بازیگری که انتخاب کرده بودم قبلا سن بلوغ هم تازه شروع شده بود، عاشق یه پسر جوون شده بودم. خب آخه واسه همین رفتم تو هنرستان که هی هر روز ببینمش. منم انتخاب رشته کردم که اونو ببینم، دیدم محلم نمیذاره و اون فارغ التحصیل شد رفت از مدرسه، منم موندم و با این. آه یعنی تو به خاطر عشقت رفتی توی عرصه هنر؟ آره آره. خب اوکی، بعد اینکه چم رفته بودی اونجا، بعد تو مثلا فیلم بازی میکردی؟ نه نه بازی نمیکردی، اون موقع اول دبیرستان بود، هنوز انتخاب رشته نشده بودم، ولی اونو میدیدم خیلی دوست داشتم مثلا دستشو بگیرم مثل برادر، مثلا برم تو بغلش و اینا. بدید الان که فکرش میکنم حالم بد میشه. چرا؟ چون حسم الان یه جوری دیگه شده، حسم به پسران نیست، پسرای جوونا. اوکی، اون موقع جوون بود. بعد اون که بهترین چیزی که تو دایرکت دریافت کردی و بدترین چیزی که دریافت کردی تو دایرکت؟ تو دایرکت آخه میان دودول مدول میفرستن تو دایرکت آریان جون، اینا رو بدم میاد، اصلا باز نمیکنم. مثلا چتای مثلا خیلی بد میفرستن و فوش و این چیزا مسخره، باز نمیکنم. خوبش هم اونی که مثلا مشتری بیاد دایرکتم ازم سریال بخره، خیلی باهاش دوست میشم و مثلا اوکی میشم، اینجوری خوشحالم میکنه، پیامای خوش. آب یعنی هر چی که کیستو پر کنن خوشحال. آره خیلی خوبه. بعد اینکه چرا مثلا یک جوون چرا باید برای تو عکس کیرشو بفرسته؟ آخه میدونی چیه، فکر میکنن من اهل بیزینس و برنامه و این چیزا هستم، فکر نمیکنن که من فکر میکنن من زودی دایرکتو باز میکنم، منم عکس خودمو نشون میدم، ولی من باز نمیکنم چون نه اهل بیزینس و برنامه و اینا نیستم. خب اصلا یعنی منظور میگم یعنی کسی هست که تو رو بکنه؟ آره دیگه زیادن، همه عاشق منن، من خودم دوست ندارم برم مثلا با آدمایی که از روی هوس باشه دوستشون داشته باشم، من برای همین تنها. ها چون تو چطور تنهایی؟ چون خوشگلی. آره دیگه همه میگن این چیشو ابرو چی داره. بعد تو با این صورتت با این همه ریش و پشم و اینا خوشگلی و نمیدی به کسی؟ عزیزم من شیف میکنم هر وقت بخوام برم پلو عشقم. تو الان هم تام دو دقیقه پیشم شیف کردی سبز شده. الان شیف نکردم. من به نظرم صورت تو رو باید ببرن توی چیز، توی همین گل مرغ چیزا، اینا که مثلا پرورش گل و اینا هستن، چون صورتت خیلی زمینه اینا داره که رشد کنه.
عزیزم آخه میدین چیه، میترسم برم دستگاه لیزر خراب بشه. خراب بشه. اوکی خیلی هم جالب. بعد اینکه من سوالم رو پرسیدم، شما بفرمایید. عزیزم الان چند سالت آرین؟ تولدت که یه ما... چه ماهی هستی؟ من که میدونی که خوبه چه سوال قشنگی پرسیدی. من تولدم سال جدیده، یعنی امروز سوم دسامبره، من یک ژانویه تولدمه و امسال تولد نمیگیرم. چرا؟ امسال چون هر سال تولد گرفتم تنها بودم، امسالم چون تنها هستم نمیخوام بگیرم تولدمو، میخوام 3-4 ماه دیرتر بگیرم، تابستون بگیرم برم ترکیه بگیرم. آفرین، ما برای منم ویزا بفرستی منم ببرین. آره من امسال فکر کنم تولد نگیرم سال جدیدمو، ولی مثلا تابستونش بگیرم بجاش، ولی اعلام میکنم. بعد من الان 17 و 11 ماه همه که ماه دیگه میشم 18. 18 سالت عزیزم بهت نمیخوره. همه بهت میگن کمتر میخوره. یعنی من الان بزرگتر همه هستم. شما خیلی بزرگی. پیر شدم پس. آره. بعد دل به صورت نیست، ولی خب خیلی دلت جوونه. بعد اینکه راستی سوالی برام پیش اومده. بفهم. رفته بودین ترکیه، پست کرده بودین، اونایی که عکس ازتون میگرفتن چه جوری عکس ازتون میفرستن؟ اونجا سمینار بود چی بود؟ شناخته بودنتون عکس میگرفتن؟ من که رفته بودم ترکیه که طرفداران منو زیارت کنن سال پیش، بعد که من تو میدون تقسیم و استقلال را میرفتم منو سورپرایز کردن طرفداران و یکی منو شناخت و عکس گرفت و دیدم که نزدیک 10 میلیون 15 میلیون آدم جمع شده بودم و من یه قراری داشتم میرفتم به مشتریم کون بدم و مشتریم هم یکی از بیزنسمنهای خیلی معروف ترکیه بود. بعد منتظرم بود، حالا این همه جمعیت، این همه مردم با من دارن عکس میگن، از این بر مشتری زنگ زده میگه کجایی من میخوام پرواز دارم سریع بیا دیگه، با یه بدبختی دیگه از دست اونا فرار کردیم و رفتیم. آخه خیلی تعجب کردم، انگار مثلا آنجلینا جولی اومده. خب من یه کونم چرا؟ خب من یه آدم خیلی معروف بود، من یه کونم چرا با من عکس نگیرم؟ معروفی چش نخوری ایشالله. ایشالله. خب دیگه بعد پدر مادر میدونن که ترنسی؟ من بذار برای اونایی که فوزی بدم که اونایی که LGBT هستن که پدر مادرشون از خونه دکشون نکنه نندازتشون بیرون، بهشون بگم که هر کی من اول چون ناراحتی اعصاب داشتم و اینا، من از کودکی مشاوره با پدر مادرم میرفتم، تا الان مثلا براشون دیگه عادی شده چون مشاوره صحبت میکرده دیگه که مثلا پسرتون مثلا LGBT و این چیزا هست و دیگه، برای همین خانواده با هم کنار اومدن. هر کی خانواده بفهمید مثلا هر کسی که خانواده نمیپذیره حتما بچه با پدر مادرتون ببرید تلو روانشناس، نه قرص بده روانپزشک نه روانشناس، ببرید اونجا با پدر مادرتون صحبت کنن، راه و اینا نشونتون بدن، خیلی خوبه. بعد اینکه تا حالا دوست داری عمل کنی؟ دوست داشتم، مراحلش هم طی کردم، بعد گفتن تو ترنس نیستی اجازه عمل نداری اینجا. خودت چی دوست داری؟ خودم هم دوست دارم. خودم هم خودت هم دوست دارم. دوست دارم. من دیگه نمیشه دیگه با اجازه دکترا میخوام. دکتر اجازه باشم. بعد اینکه وقتی میخوام یه سوال روانشناسی بپرسم، وقتی میری حمام وقتی کیرتو میبینی اذیت میشی؟ فکر کنم نتم ضعیفه نه؟ سوال منو جواب بده. کله گنده الان هست، الان اومدم، نتم فکر کنم ضعیف شد. 1 2 3 کله گنده صدامو داری؟ آره صدا تو دارم.
میگم شما میرید حمام کیرتون رو میبینید ناراحتید یا خوشحالید؟ نه من برام عادیه، چون میگم که ترنس نیست، اگه ترنس بودم راضی نبودم، من بدنمو دوست دارم. بدنتو دوست داری؟ پس چرا دوست داشتی عمل کنی؟ دوست داشتم عشق بازی کنم، اینجوری بهتره. اون مثلا اون طرفی که دوستش دارم دوست داره مثلا منو مثلا زنونه ببینه. زنونه ببینه. خب اون طرفی که تو رو دوست داره زنونه ببینه، خب چرا نمیری یه دختر چیزش رو بگیری، یه دختر واقعی رو بگیری، نه که مثل توی نره خری که مرد دنیا اومدی. عزیزم خب دیگه شرایط دارن، خانواده دارن، زندگی دارن. خب اگه میگم اون طرفی که تو رو میخواد زنونه ببینه، تو خیلی کار زیاد داری، تو فقط بعد 10 سال رو صورتت کار کرد که موهاتو یعنی تمیزش کرد. خب الان چرا اون پسر کسخال 10 سال عمرش میذاره پای تو که تو ببخشی لاپات کیر داری؟ خب بره خود دختر رو بگیره. آخه دیگه من خوشگلم دیگه. خب یعنی فقط یک تو، فقط توی ان خوشگل، این همه دختر خوشگل. آخه دختر خودت گفتی خیلی هاش عفونتی هست. خب من که عفونتی نیستم. آه یعنی فقط به خاطر عفونت میان تو رو میگیرن؟ آره. بعد این که یه دلیل بیار که یه مردی عاشقت بشه. چی؟ کیر خر چی؟ آها کسکش نتیش مثل خودشه. یه مردی گفت هم یه دلیل بیار که مرد عاشقت بشه. چه دلیلی بذار؟ اشفه دارم، چشو ابرو خوشگلی دارم، تازه ابروهام هم بلوند رنگ کردم. بعد دیگه اگر لاغرم بودم خیلی بهتر میشد، بیشتر تو چشم می اومدم. گفتم یه دلیل بیار که مرد عاشق تو شده. قبلا خب دیگه به خاطر صورتم. چه صورتی داری تو؟ صورتم جذابه، همه میگن. کجاش جذابه؟ کجاش جذابه صورتت؟ عشقم تو اومدی بیرینی رو من؟ نه من نمیدم بیرینم، من اومدم تو با واقعیت زندگی رو برو کنم. تو الان تو بگو کجات خوشگله. خب آخه همه میگن چشم ابرو قشنگی داری. سلامش تصویر تو ندارم. من دارم میشه یه تصویر. You don't care. تو مهم نیستی. Who's care about you؟ کی برات مهمه که تو تصویر؟ من مهمم که تصویر داشته باشم. آره آریان مهمه. Who's care؟ Nobody care. Okay. آقای میسم تصویر تو ندارم. برو پایین دوباره بیا. مرگ. خب برو پایین دیگه. مرگی که کوتوله بدبخت. این مرد ببین، این مرد راست خودش رو زن کرده، میگه چش ابرو خوبه، کون میدم اون که مرد شونه نداره قد کوتاه بدبخت. نه خب. خدا بگم صورتو. خب عمل تا چه عملایی داری؟ من؟ نه من. خب تو دیگه عملی چی عزیزم؟ من که اجازه عمل ندارم، چه عملی کنم؟ عمل زیبایی. عمل زیبایی نه عزیزم، انجام نمیدم. تا انجام دادی؟ نه میترسم. میترسی؟ چرا؟ همه از تو باید بترسن کله گنده. عزیزم آخان خواهر عارفی، تو الان داری میریدی رو صورتم و هیکلم. نه تو میگی من میترسم، تو از چی میترسی؟ آخه میدونی چیه؟ برم مثلا زیر دست اون کلینیک زیبایی، میترسم صورتم رو خرابتر کنه. خب چه عملی در نظر داری؟ میخوام دوست داشتم که دوتا لپم و چربیاش رو بیرون بیارم، خیلی خوب میشه. راستی میشه چربیه صورتت رو بزنی به کونت؟ نه عزیزم نمیشه. چرا؟ آخه خب هیکلم هم خوبه دیگه. یه لحظه ببخش، این کسخول بالا مونده. ببینم. آره بالا هست. دو دقیقه زر بزن. خب بچه نچرال. آره بچه ها نچرالم، من قیافه نچرال دوست دارم.
پس نمیشه که مثلا چیز کرد، یعنی چربیه صورت زد به کونت. سلام من سلام این کارو علیکم. نمی کنم. سلام عشقم. سلام عزیزم. آره چطوری؟ آریان آقای چطوری؟ سلام ویسم خوش بهتون. اومدید. شما و این آقا آراد میتونی به چالش بکشیش. بعدت چم. آراد من متوجه نشدم. سلام عزیزم خوبی؟ جنسیت تو رو من متوجه نشدم. مرسی. تو دختر پسندی یا پسر پسند؟ جنسیت همون؟ آره من LGBT هم دیگه، جی هستم. خب جی هستی، نقطه جی چجوری اوکی میشه؟ نقطه جی عزیزم چجوری اوکی میشه یعنی چی؟ منظورتو نمیفهمم. یعنی با دادن یا با ندادن یا نه. با کردن چجوری؟ نه من مفعول نیستمش. من پس تو الان میگفتی که من عاشق یه پسر شدم. آره دیگه، آره دیگه، ولی من چیز نیستم. ببین ادای تنگا رو در نیار. آره دیگه، بگو ادای من تنگا رو میدم. در میارم دیگه، میسم جونش خم. ببین یا بگو میدم یا بگو نمیدم، یا بگو میکنم یا بگو نمیکنم. نمیدم. ببین تو نه 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 نمیشه. ببین نمیشه، نمیشه اینجوری نگو. بگو آقا قشنگ میدم، خودت راحت کن. ببین خب اگر میخوای آریان دوستان منو میشناسن دیگه، من کجا میرم میدم؟ فدات شم. نه اگر میخوای راحت باشی، راحت زندگی کنی، خودت راحت کن. بگو آقا من میدم راحت. نمیده. من راحتم آقا. این میده آریان، این میده، این میده. نه من میشه عشقم، من میشناسمش. این آراد دوست 7-8 ساله منه. این احساسیه، مثل من چیز نیست، کونی نیست. این دوست داره یه مردی فقط کنارش باشه، صحبت کنه، بری بیرون، همین. ولی دوست نداره کونی بده. بغلش بخوابه. این فقط لاس میزنه، لاس خوشکه، درسته؟ این لاس خوشکه میزنه. آره همون، متوجه شدم. هم لاسی هستی، لاسی هستی. آره عشقم. تو عزیزم چی؟ تو چی هستی جنست؟ میسم جون منم مثل خودم، منم میدم. آه چه خوب. ولی احساسی هم، همینجوری هم احساسی هم، یعنی دوست دارم با احساس. اگر که میسم بودم منم باید زندگی میکردم. با خدای میسم جون من خوشگل نیستم صورتم. آریان هی داره میگه این خیلی جون. نه خدای قیافت خوشگله، فقط به قول آریان کله به این بدن نمیخوره، کلت زیادی گنده است. حالا نمیدونم چه دردی تحمل کرده مادر، انشالله که زود خوب شد. تو یه همچی کلهی بخواد بزنه بیرون خیلی درد داره، خیلی درد. عزیزم تو خودت هم کلت گندن. من نه دیگه، در حد تو. نه 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 اشتباهی میکنم. تو خیلی بزرگه. ببین تو اول کله بودی بعد دست و پا. یعنی من آره عزیزم نام خدا همینم که هستم. قربونت فدات شم، مواظب باشم. بعد الان در حال حاضر چی کار میکنی؟ چجوری اینقدر ماشاءالله تو هم لاکچری حال میکنی؟ من استوری ها دارم میبینم خیلی همیشه با عزیزم. مرسی که نظر میدی. من تو خونه کار میکنم دیگه، کلیپ پر میکنم بالای پشت بوم دیگه. همین کار تو خونه بالا پشت بوم جان. بالا پشت بوم چی کار میکنی؟ میرم غیر میدم. غیر میدی؟ ها آره. این کلیپ هایی که رفته بالا پشت بونه؟ آره اون تو اتاق تو اکسپلور بچه ها میبینن تو پیجه. آریان این ببین آراد، خب آراد پسر خوبیه. خب من بله. حالا نمیدونم میده میکنه احساس چیه، با احساسه. فقط من برام مونده آراد چجوری خودت تخلیه میکنی، یعنی ارضا میکنی دیگه؟ چیز دیگه گذاشتن دیگه دست. آه با دم، با دم
دانشگاه. خب یعنی راست هم میکنی یا آره دیگه بدنم سالمه، یعنی راست میشه چیزه؟ آره. سلام جمیل جون، سلام، سلام. حالتون چطوره؟ خوب هستم، خیلی خوشم. سلام عزیزم، حالت چطوره؟ باران خوب هست. سلام عزیزم، ادامه بدین شما بچه. این خرس کنسولا. باران حالت چطوره؟ خوبی؟ خوبی. باران هم مثل خودت احساسیه. آره عزیزم، جمیلن دیگه. تو اگر حالا مثلا در آینده بخوای ازدواج کنی، به نظر خودت بچه دار میشی یا نمیشی؟ من ازدواج نمی کنم، خودم رو بدبخت نمی کنم عزیزم. آره ولی میگم شما دو تا چیز هم اینا. خیلی میان، من داشتم دقت میکردم آقا میسم چقدر به آرا جون میان. آرا من دوستم، آرا دفکت تا بذار، خیلی قشنگ شده بودی. آره به رنگ مشم میان. خیلی بد اینجوری خیلی جذاب شدی. مرسی عشقم. آریان مسخره نکن، یه بچه اینجوری گیرت میاد و مسخرش. من از خدامه که یک فرزندی مثل آراد داشته باشم. آراد خیلی هنرمنده، دابسمنشاش، رقصاش خیلی جارا، خیلی زخمی کرده، اکسپلور رو ترکونده. نه میدونی بچه خیلی مؤدب، یعنی معلومه که پدر و مادر خوبی داشت. اصلا من از رفت آمد خانوادگی داریم، به خانواده ایشون میشناسم، ایشون هم نزدیک. رفتی یعنی؟ آره دو سه بار خونه رفت، ما رفت آمد خانوادگی داریم اینا. بعد خیلی خانواده محترم و من همیشه وقتی که پدرشون رو میبینم، خیلی آرادو میبینه، همیشه پیشونیشو بوس میکنه، میگه اگر این پسر نبود من زنده نبودم. عزیزم خیلی دستاوردهای خیلی زیادی آورده برای خانواده‌اش. الان اکسپلور رو میری فقط این دلقه رو میبینی. دقیقا. نه خدایی پسر خیلی باادبیه، من تا حالا ندیدم یه موقع بیادبی کنه و حرف بد بزنه و اینا. خیلی هم با کلاس و باادب تو لایو ها میاد. یا حتی آخه من باشم. احترام همه رو نگه میدارم عزیزم. خب میدونی چیه؟ چون اینجوری خیلی احترام داره، به خاطر اینه که خب این کون نمیده، این فقط احساسیه. همین، فقط فکر کنم تصویری کار میکنه. تصویری کار میکنه. مثلا یک کسی مثل من که براش دادن مهمه، من پر روام، من همه رو میکشم رو خودم. اصلا من احساس حالیم نیست، من فقط میخوام بره یه چیزی تو کونم. ولی یکی مثل آراد که با اصالته فقط احساسی پیش میره و نمیذاره کسی دست به جسم خوشگلش بزنه، قابل احترامه. دقیقا. نه همین که نمیذاره کسی با احساسش بازی کنه. آره بازی کنه، کارش درسته. بازی کردن. آره تو ببین با هم. ولی من همیشه میگم دو نوع کونی داریم، یک کونی کونپاره و یک بله. کونی ساده و خر. این از ساده هاشه، این از اون کونای خره. خیلی، یعنی واقعا خره، یعنی واقعا خره. ببین پدر مادرش چرا نمیذارن این بیاد بیرون؟ چون اگر بیاد بیرون در جا میده. آره خب پر خود نرو. نه اصلا اینجوری نیست، من میشناسمش. من دو سه تا آراد جون تو موقعیت خیلی خوبی بودم ولی ندادن، خودشون نمیخوان. این ببین حتما یکی دنبالشه، چون اگر تنها بشه در جا میده. نه نمیده، من میشناسمش، گفتم من رفت و بعد خانوادگی دارم. آراد خودش اصالتش خوبه، نمیخواد کون بده، وگرنه تو موقعیت های قرار گرفته که ببخشید یک ماه تو خونه با طرف تنها بوده ولی اصلا اجازه نده طرف نزدیکش بیاد. راست میگه؟ من با کسی نیستم، با کسی نیستم. من قلبی و عشقی دوست دارم، عاشق بشم و اون چیزا رو. بعد این چیزه، این یک بار میخواد بره، میدونی میخواد، این میخواد سفرهشو برای یکی پهن کنه.
گناه داره. آره. یعنی تو اگر واقعا عاشق یکی بشی به اون میدی پس. آره دیگه. یه نفر، فقط یه نفر. شناختی که از آراد دارم اعتقاد داره که کونش فقط مال یه نفره. از پدر و مادرت هم اجازه میدن که بیاریش تو خونه، مثلا تو خونه یا تو اتاق خودت؟ بله، باید من باید میخواستگاریش. الان یکی میخواد کون آراد بذاره، بعد از باباش اجازه بگیر. آخه کونش بذاره، من نمیدونم آریان تو چجوری میگی؟ الان مثلا یکی عاشق شد با یکی اوکی شد، چجوری بره اینا کونش بذاره؟ خب مثل همه ماها میره با پدر مادر طرف گل شیرینی میگیرن، یه شب جمعه میرن آراد از پدرشون خواستگاری میکنن. اینجوری تو دوست داری آراد؟ آراد اینو دوست داره. آراد دوست نداره که باعث شرمندگی خانوادش بشه، بره بین اون کون بده، اسمش تو خیابونا در بیاد. نه، یه نفر با گل شیرینی، مراسم عقدی، عروسی، همه مراسم خرید، آرایشگاه، همه چی باید باشه. حتی مادر شیرین که مادرش دیر زمین جهاز شامل دخترش دیگه نمیرن خواستگاری. الان اینم بیا برن خواستگاری کجاش بذارن؟ شاید حالا یه جایی براش پیدا میکنن، از اونی که میره خواستگاری یه جایی پیدا میکنه بذاره. نه، شاید یکی بیاد حالا بذاره درشو بره، ولی فکر نکنم بیاد مثلا خواستگاری و پیش پدر و مادر رو که بعد این بتونه راحت بده. این الان تنها کاری که میتونه بکنه، شاید بتونه با پارتنرش مثلا با هم رفت آمد کنن، این بره خونه اون، اون بره خونه اون، ولی از خواستگاری اینا فکر نکنم خبری داشت. حالا تو چرا ناراحتی؟ تو که مرد آقا یه پسر میرفت خواستگاری جان؟ میگم شاید عاشقم شده آریان. آره این عاشقت شده ولی نمیخواد خرج کنه. نه من آریان آخه یه جوری میگی تو باید بره خواستگاری مثلا از پدرش خواستگاری کنه. بله عشقم، ما الان آریان من فکر نکنم که تو بره خواستگاری. شما ببین، شما آراد چی دیدی تو چشمات؟ آراد 25 سالشه، تا حالا حتی پشم کونش هم نزده، تا حالا هیچ کسی هم دست به کونه آراد نزده. آراد یه باکی هست. ببین پشم کونه نزده، پس لاکونش بو میده، بعدم بو میده. بحث بو دادن نیست، بس اینه که کیر نرفته تو سوراخش. خب نرفته، فکر کن تو مثلا یکی حالا میخواد یه چیزی بکنه تو کونه، باید اول پشما رو بکشه کنار تا تازه برسه به سوراخ. خب آره باکرست دیگه. خب باکرست عزیزم، بابا یه اونی که بکنه میره پشما رو میزنه دیگه، باکرست. آره پشما رو نزد یادم. ببین برو به خودت برس. نه بعضی موقع ها مثلا سالی یه بار میزنی، دو سالی یه بار چطوری پشمالو میزنی؟ حالا اقدم پشمالو نیستم، ولی صورتش به کونش میخوره. ببین معلومه پشمالو. ولی من اگر خودم پسر بودم، یک شب نه ده شب میرفتم خواستگاری آراد. چون من خودم، من با این که یه دوست معمولیشم، خواهرشم، عاشقشم، اصلا دوست ندارم با هیچ کسی ازدواج کنه، فقط کنار خودم باشه، با هم صحبت کنه، کنارم باشه مثل یه خواهر. حالا اگه مرد بودم، آرزوم این بود به جای یه شب ده شب میرفتم خواستگاریش، ده شب میرفتم خواستگاری آراد تا پدر مادرش بهم بگن بله، خونه براش میگرفتم، جهازشو میگرفتم، تلاشو میخریدم، همه کارشو. این موجودی که این بالا نشسته یک موجود با اصالت، عزیز و خیلی خوبه. میسم تو همه چی رو بی ارزش میبینی. خب میدونم. ببین کونه با کلاسیه، کونه با ادبیه، ولی به درد کیس مثلا حالا نمیدونم خواستگاری چی بگم. برای چی به درد کیس خواستگاری نکنه؟ من آره هیچ موقع جان. نگفتم آره چند کی دی جان؟
چند کیلی؟ من 85. خب اونی که بخواد بیاد خواستگاری یه 85 کیلوی عزیزم، کم کمش دیگه میتونه بره 200-300 گرم هم واجبی بخره بزنه بهش. کیس خواستگاری چیه؟ بگلش میکنم. خب بعدش هم که اصلا آراد چیز نداره، فقط صورتش پشم داره، بدنش خیلی بیموه. بعد یه سوالی از آراد دارم. آراد جون، مثلا مثلا میسم میاد خواستگاری شما، بعد شما بله رو میدید اینا، آیا پدر اجازه میدن که مثلا دامادشون بیان خونهشون یا نه؟ نه، تا عروسی اجازه نمیدم. نه عزیزم، من میسم راه نمیدم، آخه تو دلم نیست. آه یعنی میسم کیست نیست؟ نه. آه من فکر کردم حس سرید به میسم. چه نوع کیسی دوست داری؟ حالا من 40 به بالا سنش باشه و قیافش چهرشه، چهرش به دلم بشینه. حالا نگه تو دایرکت فکر کنی من اهل دوستیابی هستم، نه جواب نمیدم. البته به نظرم انتخاباش خیلی خوبن تو این زمونه که این جوونا لاشی هن، چلمل ندارن، همه کوچیکن، زود ارزان، بی احساسن، میکنن اون روشون رو میکنن اون، و این سن و سالی که آراد میخواد واقعا به نظرم خیلی خوبه. من تو کول نیستم، من کسی که دوستش دارم خودم براش هدیه میخرم. جمعیه کول نیست، تو دوله. آفره، همه رو با هم جمع بستم. کلی گفتم آراد، میدونم که تو مامیشی گری، ولی خب کلی گفتم. نه ببین، این 40 به بالا دوست داره، خب عاشق آقایون جنترمنه. من اینجوری فکر کنم. ببین این یکی میخواد بکنه و بمونه، بکن در رو نمیخواد، بکن بمونه. یه لحظه میسم، بله. یه لحظه خفه شما، 5 دقیقه وقت داری، میخوام با جمیله صحبت کنم. درتو بذار مستر. درتو بذار. آره جون، من شارژم داره تموم میشه، برم. شما کسی برای موندنتون هم اصراری نداشت؟ مرسی آوردی بالا، مرسی، خوشحال شدم بچه‌ها. هر وقت اجازه نیاز به اجازه نیست، میتونید هر وقت دوست داشتید لیف کنید لایو. ممنونم، مرسی عشقم. بچه خدافظ، 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 گوز کر نوبادی کر، خدافظ، آی دونت کر، مرسی، آی دونت کر. بفرمایید جمیله، سوال مسترب خفه شو، میخوام با جمیله صحبت کنم. زهر نزن آریان، کونی مهربانو چرت و پرت نگو. چیز خانم جمیله، شما چی؟ شما دوست داری عروس بشی؟ دوست داریم که عروس بشیم، ولی که شوهر. یه خانومی نوشته بای بای عشقم، کسی تو رو دعوت نکرده بود که تو لایو من بیای بگی بای بای، و الانم بلاکت میکنم از 4 تا پیجم که دیگه نتونی لایوامو ببینی. من نمیذارم تو با اون کس عفونتیت گه بخوری تو لایو من. کسی تو رو دعوت نکرده بود تو لایو من، مصرف که بنویسی بای برای من. هر چی شما توی کس عفونتی کردم من خوشحالتر میشم. احمق، برو ننتو تهدید کن با این حرفات، من کونی رو نمیتونی. کسکش بگم شو بیرون. فکر کردم من ننم باباشم که نمیشه بای. گم شو بیرون بابا، برای اینکه لایو منو نگاه کنن آدم میکشن، تو به من میگی بای بای، گم شو بیرون. نه این باز مثلا فکر کرده که یک خنده گذاشته خیلی خوبه. عشقم تو لایو من از دست دادی برای همیشه، من با کسی شوخی ندارم. من تو خیلی در عصت خنده میتونم خیلی جدی بشم. حالا منظورش هر کی بود بای بای، من بلاکش کردم رفت. من با کلمه بای و نمیدونم اینا خیلی اینجا مشکل دارم. من اینجا نمیدونم، یکی من نربابات نیستم که سر من منت بذاری، من با سر تو منت بذارم. جمیله دوست داشتی عروس بشی؟ حالا با آراد بود، با ارکی بود بلاک شد دیگه، نباید بینیمش بای، خدا حافظ، بلاک شد. بفرمایید.
خب عروس شدنه که هر دختری دوست داره عروس بشه، ولی خب با من هر پسری نمیتونه، با من کارآفرین، منی که توییتر کارآفرینی دارم فعالیت میکنم، نمیتونه کنار بیاد. قانونای خودم رو دارم، حرف باید حرف من باشه، این چیزا رو بخب کنار نمیان دیگه، نمیشه. آخه جمیله تو میگه حرف حرف من باشه، یه دلیل بیار که حرف حرف تو باشه. اما وقتی من کارآفرین خودم درآمد خودم رو دارم، اونی باید به هر طرف شوهر پسره باشه که دستش پیشش دراز باشه برای چندر قاس پول. وقتی من خودم درآمد دارم، چرا باید دستم پیش پسر دراز باشه هرچون بگه بگم چشم؟ خب درآمد داری، خب چه فایده درآمد داری، ولی چه فایده که کیری هستی دیگه. حالا ببین کیری یا کسی فرقی نمیکنه، مهم در الان مهم درآمد. تو ببین الان به این نگاه نمیکنن که تو، مردا به این نگاه نمیکنن که تو پول داری نداری، نگاه میکنن چقدر خوشگلی. تو خوشگل داشته باش، خوشگل باشی ببخشی، مردا رو تو رو سرشون میذارن. وقتی با این قیافت باشی، یک میلیارد هم داشته باشی، کیرشون هم حساب نمیکنن تو رو. چی داری میگی؟ مردا رو سرشون میذارن که خب کدومشون پول دارن که بخوان منو میخوان نه 60 سال سیا نزن رو سرشون.